گورکا حدود 30,000 سال پیش در جستجوی پسمانده غذای انسان به حاشیه اردوگاه‌های محل سکونت انسان نزدیک شدند. فرایند اهلی کردن و پرورش آنها بعد از آن به تدریج به تغییر رفتار و ژن‌های گرگ منجر شد که نهایتاً به سگ‌های امروزی تبدیل شدند. گرگ یا گرگ خاکستری یک گونه از پستانداران گوشخارسان متعلق به خانواده سگسانان است. گرگ درنده بومی نیمکره شمالی زمین شامل گستره وسیع از اوراسیا و آمریکای شمالی است. گرگ‌ها بیشترین پراکندگی جغرافیایی را در بین تمام سگسانان دیگر دارند. این جانور نیای وحشی سگ است، یعنی سگ‌ها از نسل نوعی گرگ هستند که بین 18 تا 32 هزار سال پیش اهلی شدند. تا کنون 37 زیرگونه از گرگ شناسایی شدند که از جمله آنها سگ‌های اهلی، دینکو، گرگ قرمز و گرگ ایرانی هستند. بیشتر گرگ‌ها به رنگ خاکستری با لکه‌هایی از رنگ‌های دیگر هستند، اما رنگ‌های سفید، سرخ، قهوه‌ای و سیاه نیزرانها دیده می شود. اندازه و وزن گرگ‌ها در نقاط مختلف بسیار متفاوت است، به این صورت که عموماً در عرض‌های جغرافیایی بالاتر گرگ‌ها جثه بزرگتری دارند. گرگ روسی یا گرگ توندرا از بزرگترین انواع گرگ با میانگین وزن حدود 90 تا 130 کیلوگرم است. گرگ‌ها در مقایسه با خویشاوندان نزدیک خود همچون شغال زرد و کایوت بیشتر برای شکار جانوران بزرگ تخصص یافته‌اند. علاقه بیشتری به زندگی اجتماعی دارند و از زبان رفتاری غنی و پیچیده‌ای بهره‌مند هستند. هسته اصلی گروه اجتماعی گرگ‌ها از یک خانواده متشکل از زن و شوهر و فرزندان تشکیل می‌شود. گرگ‌ها معمولاً در قالب گله‌ای از چند خانواده زندگی می‌کنند. گرگ به طور کلی یک شکارچی رأس هرم غذایی محسوب می‌شود و فقط انسان و در برخی نقاط ببر توانایی شکار آن را دارد. غذای اصلی گرگ‌ها با شکار سمداران بزرگ مثل انواع گوسفند وحشی، بز وحشی، آهو و گوز تامین می‌شود. گرگ‌ها گاهی به سراغ حیوانات کوچکتر مثل دام‌های اهلی، لاشه و زباله‌های انسانی هم می‌روند. در زمان قحطی و کم غذایی آنها لاشه خاری نیز پیشه می‌کنند و به محل کشتار حیوانات سر می‌زنند. هم نوع خاری در میان گرگ‌ها دیده شده است. در زمستان‌های سخت اعضای زخمی و بیمار کشته و خورده می‌شوند. البته هم نوخاری در گرگ‌ها تنها در زمان کمبود شدید غذا و قحطی رخ می‌دهد. در زندگی اجتماعی گرگ‌ها پیوند اجتماعی ناگسستنی دارند. آنها با هم شکار می‌کنند، با هم مسافت‌های بسیار طولانی را می‌پیمایند، تا پای جان از هم دفاع می‌کنند و اگر شرایط ایجاب کند با هم می‌میرند. آنها نسبت به افراد گروه خود احساس مسئولیت می‌کنند. در میان گرگ‌ها رعایت حال هم نوع اصلی پا بر جاست. امروزه به علت پیشروی انسان‌ها، شکار این جانوران و نیز کم شدن طعمه‌های طبیعیشان، تعداد آنها در جهان رو به کاهش است. گرگ‌ها بسیاری از مناطق زندگی قبلی خود را از دست دادن و نسل آنها در شمال آفریقا و بیشتر مناطق اروپای غربی منقرض شده است. برای نمونه در سال 2010 میلادی تنها 200 گرگ در کشور سوئد شمارش شدند که بیشترین تعداد آنها در منطقه اسکاندیناوی اروپا بوده است. هاسکی سگ قدرتمند و کاری است و در همه رنگ ها از سیاه یک دست تا سفید یافت می شود. هاسکی سگی آرام و بازیگوش است. به اعضای خانواده که در آن بزرگ می شود بسیار علاقمند است.
باهوش، اجتماعی و با محبت است. اگرچه انرژی زیادی خصوصا در طولگی دارد، اما سگی سر به راه و مطیع است. برای افراد خانواده بسیار کم واق واق می کند، اما به افراد غریبه بی دلیل واق واق زیادی می کند. سگ هاسکی دیدبان خوبی نیست، استعداد خوبی در آموختن دارد، اما این کار را باید با صبر و حوصله انجام داد، چرا که هاسکی ها می توانند گاهی اوقات لجباز شود. اگر بیکار بمانند خیلی زود حوصله‌شان سر می رود، از تنهایی بیزار هستند، بنابراین اگر ساعت زیادی را بیرون از خانه سپری می کنید، حتما یک جفت و همبازی برای سگ خود پیدا کنید. به غذای کمتری نسبت به آنچه به نظر می رسند نیاز دارند. اگر از سنین پایین اجتماعی شوند با سایر حیوانات مشکلی ندارند. سگی واقعا بازیگوش هستند که به زور می توان به آنها آموزش داد. این سگ آپارتمانی نیست و باید او را برای پیاده روی 2 ساعته به بیرون ببرید تا انرژیش خالی شود، وگرنه او را اگر بیرون نبرید انرژی سگ پر باشد خانه را ویران می کند. در ضمن سگ هاسکی به جویدن اشیا در سن طولگی علاقه زیادی دارد. مشکلات سلامتی. سگ هاسکی اصولا سگ سالمی است. مشکلات کپل، بیماری های چشمی همانند آب مروارید و ورم پوستی ناشی از کمبود روی قابل ذکر است. سگ هاسکی در سال 1909 میلادی به آلاسکا برده شد. هاسکی یک اسم کلی برای تعدادی از نژادها است که به عنوان سگ های سورتمه کش مورد استفاده قرار می گرفتند. هاسکی در اصل در مناطق شمالی کره زمین مورد استفاده قرار می گرفتند، اما هم اکنون به عنوان سگ های دست آموز نیز وارد منازل مردم شده اند. سگ های هاسکی از دهه 1930 در ارتش امریکا در عملیاتی که در مناطق سرسیر انجام می گیرد مورد بهره برداری قرار می گیرند که عمده ترین عملکرد هاسکی تجسس برای یافتن گمشدگان است. در اصل اسم سگ هاسکی توسط اروپایی ها از ایسکای متمایز شده است که اسکیموها این نام را بر سگ های سورتمه کش خود گذاشته بودند. اسکیموها از سگ هاسکی برای حمل و نقل استفاده می کردند. گوش های سگ هاسکی حالت مثلثی و تیز دارد. مثل بقیه نژادهای سیبری رنگ چشمانشان آبی است و چشمای با دو رنگ نیز دیده می شود. موهای بین پنجه های سگ هاسکی باعث سهولت در راه رفتن روی برف و یخ می شود. لایه پایینی این موها زمخت و زبر و قسمت بیرونی نرم و لطیف است.